در برابر این هیولای وحشی مبارزه قانونی هرچند میتونه تأثیر گذار و افشاگر باشه، اما ره به جایی نمیبره. حالا یه عده از من دلخور میشن که این مثلا صحبت‌های اعلی حضرت رضا شاه دوم که میگن نافرمانی مدنی نیست و سکویی داره به پادشاه توهین میکنه. دیدین فرشتار نقض غرض رو میبینید؟ آیا انشای من، آیا صحبت من این بود که این گونه تفسیر میشه و این گونه میپیچه؟ نافرمانی مدنی، مبارزه قانونی هرچند میتواند قدمی در راه پیش برد منافع ملت ایران بردارد، اما نه تنها کافی نیست بلکه راه رهی به هیچ کجا نبرد و نخواهد برد در مقابل این آدم کشان حرفه‌ای. این هیولای وحشی، این هیولای وحشی هیولایی نیست که شما با نافرمانی مدنی و برگزاری رفراندوم در زمان حیاتش بخواید راهی به جایی ببرید. این هیولای وحشی رو تنها قدرت بیکران مردم میتونه مهار کرده و در هم بشکنه. قدرتی که اومد بیرون 25 خرداد، اومد بیرون روز قدس سابق، اومد بیرون روز عاشورا، اومد بیرون در روزهای مختلف. رهبری نبود، یک پارچگی نبود، انسجام نبود. سه تا تلویزیون ملی مردمی که در کنار هم قرار بگیرن صدا و تصویرشون به ایران بره، مردم پشتیبانیشون کنن تا این مردم رو تو خیابون‌ها نگه دارن، نبود. دروغ میگم؟ بزرگترین خنجر رو برنامه سازهایی کردن در سینه ملت ایران که با بی تفاوتی جلوی دوربین نشستن و به همه چیز پرداختن غیر از درد ملت ایران و چگونگی براندازی حکومت اسلامی و حرفای تکراری و حرفای دلخوش کنک ها از این گونه مسائل. این هیولای وحشی رو تنها قدرت بیکران مردم میتواند مهار کرده و در هم شکند. بسیاری از عزیزان هموطن ما برای چی در زندان به سر میبرند؟ نمونه اش نسرین ستوده به چه جرمی در زندان است و ده ها و صد ها و چند هزار و چند ده هزار نسرین ها، سهراب ها، داریوش ها، کوروش ها، اینا برای چی تو زندانن؟ جرم سیاسیشون چیه؟ آیا تعریفی به عنوان جرم سیاسی در قانون اساسی حکومت اسلامی یا در قوه قضاییه اینها چیزی دارن که بتونه تعریف بکنه جرم سیاسی رو؟ نسرین ستوده وکیل مدافع شجاع زندانیان سیاسی، فعالین زنان و کودکان زیر 18 سال اکنون در زندان است و از دوم مهر ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. اکنون بخش اعظم فعالین حقوق بشر و مدافعان حقوق زندانیان سیاسی در ایران و سراسر جهان در اعتراض به زندانی بودن نسرین ستوده فعالیت‌های گسترده‌ای را سازماندهی می‌کند. برای همه فعالین سیاسی و مدنی این سوال مطرح شده است: جرم نسرین ستوده و نسرین ستوده‌ها، زنان و دختران پاکدامنی که در سیاه‌چال‌های حکومت اسلامی شکنجه میشن، مورد تجاوز قرار میگیرن، چیست؟ چرا باید اینها در زندان باشند؟
همین سوالات در مورد زندانی بودن محمد اولیای فرد و محاکمه دیگران، تبعید شادی، تبعید سعد و محمد مصطفایی نیز مطرح است. واقعا این وکلای مدافع به چه جرمی در زندانند و تحت فشار قرار گرفتند و یا تبعید شدند به جاهای بسیار بد آب و هوای ایران؟ چی کار دیگه این حکومت به سر این ملت نیاورده؟ تو حتی وکیل نمیتونی باشی بری از یک زندانی بخوای کمکش بکنی، میگیرن میدازن ادون تو. کار دیروز و پریروز و پارسال و پیارسال نیست. واقعیت چیزی جز این نیست که قانون اساسی حکومت اشغالگر تحمیدی فاشیستی دینی اسلامی که در مقطع خاصی و در فشار و در زیر فشار جنبش فتنه کور بهمن 57 تدوین شد، بیان توازن قوای خاصی در جامعه بود. همین توازن، قوای خاص یعنی فشار خواستهای توده مردم از یک سو و حاکمیت ارتجاع سیاه بر رأس قدرت از سوی دیگر و تناقض‌های فراوان و آشکاری در قانون اساسی حکومت جهل و جنون خون، حکومت اشغالگر اسلامی به وجود آورده. این رژیم اکنون از خرداد 1388 به آنچنان انزوایی در میان مردم گرفتار اومده که مجبور شده تنها به زور سرنیزه حکومت کنه. وقتی یک رژیمی کارش به زور سرنیزه میکشه، یعنی به صورت کود، به صورت حکومت نظامی حکومت میکنه، یعنی بیش از 90% مردم اون مملکت تنفر ازش دارن، منتظر یک موقعیت، یک فرصت مغتنم برای نابودیش هستن. این که باید با زور سرنیزه اونها رو ساکت نگه داره. حالا دیگر صحبت از حکومت اسلامی بیان روشنی نیست. سمتگیری به سوی ایجاد حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی با شتابی گیج کننده در جریان. دیگه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و نمیدونم اصلاح طلب اسلامی و اصولگرا، این بازی ها همه تمام شد. رژیم اسلامی وارد یک فاز جدید شده و این فاز جدید داره با سرعت خودش رو سازماندهی میکنه. با دقت به صحبت های من گوش کنید. جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، چی اسلامی، دیگه هیچ بیان روشنی نیست و اصلا وجود نداره. حکومت داره میره به سمت سوی ایجاد یک خلافت اسلامی و با شتابی گیج کننده در جریان و داره هر روز سمت سوی خودش رو بیشتر به اون طرف سازماندهی میکنه. مثلث حاکم یعنی دستگاه ولایت، انتظاریون و سپاه پاسداران، چهار نل، تمامی عرصه‌های قدرت، اقتصاد، فرهنگ، همه چیز رو در این راستا تجدید سازمان دادند، دارن میدند. و شما باید بدانید که از روی از دومین دوره احمدی نژاد، یعنی از همان زمانی که در ایران حکومت نظامی شد و مردم به خیابان ها ریختن و اینها مجبور شدند از جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی و چی اسلامی به خلافت اسلامی خودشون رو سازماندهی بدند، نقطه عطف این سمتگیری کودتای نظامی سال 88 بود. کودتا که چه عرض کنم، حکومت نظام